این روزها که مصادف با دهه زجر رژیم هست، شاهدیم که در بهبوهه و در اوج قوقای جنگ باندی، همونو که با همدیگه گلاویز شدن، نسبت به خطری که به خاطر همین جنگ و جدال‌ها موجودیت رژیم رو تهدید میکنه هشدار میدن و از ضرورت وحدت و انسجام بین خودشون دم میزنن. زمزمه‌هایی که در حجم عظیم هیاهوی جنگ باندی محو میشه. گزیده ای از این اظهارات به اصطلاح وحدت گرایانه از نظرتون میگذره. علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، 19 بهمن: اگر می‌خواهیم اقتدار و کیان انقلاب حفظ شود، باید وحدت داشته باشیم. کسانی که به دنبال اختلاف افکنی در کشور هستند، خائن به مردم و انقلاب شمرده می‌شوند. به اختلاف افکنان می‌گویم اگر عرضه دارید، اختلاف را حل کنید تا مشکلات اقتصادی سامان یابد. این که سر مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دیپلماسی اختلاف باشد، یک امر معمولی است، چرا که در یک کشور عقاید مختلفی وجود دارد. بنابراین هنر سیاست ورزان این است که اختلافات را به سمت منافع ملی کشور همگرا کنند، نه اینکه اختلافات را عمیق کنند. یحیی کمالی پور، عضو مجلس ارتجاع، 20 بهمن: متاسفانه اختلافات و مسائل حاشیه‌ای که بعضن در بین مسئولان نظام وجود داشته، سبب شده از موضوع اصلی عقب بمانیم، که امروز نیز مجدداً نکته مذکور در سخنان رهبر انقلاب وجود داشت. پاسدار جلیلی از باند خامنه‌ای، 20 بهمن: مسئولان اختلافات خود را کنار بگذارند تا مشکلات مردم سریع‌تر حل شود. امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز است تا اگر اختلافاتی بین مسئولان و دستگاه‌ها وجود دارد، کنار گذاشته شود تا مشکلات مردم را بهتر و با سرعت بیشتر حل کند. خبرگزاری مهر آخوندی، 19 بهمن: حسین علی امیری، معاون پارلمانی روحانی: مردم را ناامید نکنید. آنچه در این شرایط اهمیت دارد این است که با اتحاد و همدلی ملی باید در مسیر گره‌گشایی از مشکلات گام برداریم. کسانی که مردم را ناامید می‌کنند در مسیر دشمن گام برمی‌دارند. لذا باید مراقب باشیم و نگذاریم بین ما تفرقه ایجاد شود. این چه معنایی دارد که در دهه فجر شاهد تفرقه افکنی در برخی تریبون‌ها و رسانه‌هایی باشیم که از بیت المال اداره می‌شوند؟ مطهری، نایب رئیس مجلس ارتجاع، 20 بهمن: باید وحدت و انسجام در جامعه تقویت شده و موانع تحکیم همبستگی رفع شود. تجددگرایی افراطی یک آفت است و باید نسبت به رخنه فرصت طلبان مراقب بود، چرا که انقلاب اسلامی فرزندان خود را نمی بلعد، بلکه فتنه فرصت طلبان و رخنه در انقلاب آفت آن است که باید مواظب باشیم. نباید در تریبون ها ناامیدی و القای یأس در جامعه مطرح شود. عده‌ای معلوم نیست دارای چه ریشه‌ای هستند، ولی اکنون خود را صاحب نظر و میداندار انقلاب می‌دانند.